بحران کرونا، بحران کرونا یه بحرانی هستش که تازگی نداره. نکن کووید 19، یعنی این از نظر سارس، از نظر سرس، از نظر نمیدونم مرس و از نظر 1001 ویروس های دیگری که بودن، شرق آسیا اینها آمادگی شد داشتند که چگونه با این مقابله بکنن. از یک طرف اقتصادی که اینها ایجاد کردن و از طریق همهمه و از طریق پنیکی که ایجاد کردن در بین غربی ها که آشنایی با این موضوع نداشتن، با وجود اینکه چند فیلم که فیلم سینمای هالیوودی که من دنبال کردم ساخته شده بود در قبل درباره مثلا فیلم شیوع رو اینا ساخته بودن، بی خودی که این فیلم رو 10 سال پیش نساختن. یک، دو، فیلم دومی که آمده بودن و ساخته بودن در دوران قبل از اوباما، در دوران یعنی ما میگیم جونیور جورج بوش، و برنامه 24 ساعت بود. برنامه 24 ساعت یه سریالی بود که چندین سریال نمیدونم چند ساله ادامه داشت و روی کار آمدن یک میامد و چشماندازش روی کار آمدن یک پرزیدنت رنگین پوست و سیاه پوست و افرو امریکن بود که از تمام جدال ها و از تمام آنچه که از نظر سیاست بازی ها و از نظر فساد و آنچه که در کاخ سفید میگذشت به دور بود. و من گفتم که ناکنه اینا دارن برنامه ریزی میکنن از طریق اذهان عمومی تأثیر گذار باشن از طریق هالیوود که بتونن یه فرد سیاه بر افرو امریکن رو ریکارنن که به تحقق پیوست. یک، دو، اینی که الان وضعیت که نکنید با کنار رفتن جو بایدن به خاطر ما بهش میگیم کاگنیتیو دیمنشن، که یعنی اصلا یارو حالیش نیست داری چی میگه بعضی وقتا، یک از نظر تصمیم گیری، و خود نانسی فولس ما بهش میگیم نانسی فولسی که تو اومده بود و گفته بود که بله ما باید یک لایحه‌ای رو بیاین و دنبال بکنین که بگی که اگر صلاحیت رو نداشته باشه پرزیدنت بتونه نایب رئیسش جایگزین اون بشه، که به هر حال در دوران ترامپ میخواستن پیاده بکنن و دیدیم که هر آنچه که بر روی ترامپ اینا اومدن میخواستن پیاده بکنن که 4 سال روش کار کرده بودن که برگردوندن با همون دوران اوباما از نظر سیاست های خاورمیانه و سیاست های دیگر، الان همون ها که نه فقط که سعی میکنن میخوان روی کار بیان، نه فقط که سعی میکنن روی کار بیان سیاست ها رو به پیش ببرن، به دنبال آن هستن که فردی رو، یعنی که از نظر احتمالاتی که الان به حساب نمیاد، ولی شما نگاه بکنید 900 میلیارد دلاری که اینا اومده بودن برنامه بودجه داده بودن که از که ترامپ زد به حال تو گوششون، گفتش که مردم الان احتیاج دارن ما به بیگانه پرستی به دیگران بیایم کمک بکنیم، 600 دلار هر فردی رو من میکنم 2000 دلار و به هر زوجی من 4000 دلار میدم در این وضعیت بحران کرونا.